برنامه را با چند خبر کوتاه پی می گیریم. برنامه جهانی غذا می گوید که سیلاب ها در استان بغلان زمین های کشاورزی زیادی را که یک منبع درآمد مردم شدیداً نیازمند این استان محسوب می شده از بین برده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته که مردم بغلان با قحطی روبرو بوده و اکنون سیلاب ها محصولات کشاورزی را به عنوان یک منبع دیگر از درآمد آنها گرفته است. پیشتر برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که به دلیل کاهش کمک‌ها و وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان امسال کمک‌های خود را به 10 میلیون نفر از نیازمندان در افغانستان متوقف کرده است. سازمان ملل متحد گفته که هم اکنون در افغانستان بیش از 29 میلیون نفر نیاز جدی به کمک دارند. پلیس ترکیه طی عملیاتی 56 مظنون به همکاری و عضویت در گروه تروریستی داعش را دستگیر کرد. پلیس ترکیه طی عملیات بزدوقان 38 در 4 استان این کشور 56 مظنون به همکاری و عضویت در گروه سنی‌های تندروی داعش را دستگیر کرد. علی لیکایا وزیر کشور ترکیه با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی ایکس از اجرای عملیات همزمان در 4 استان شالی اورفا، قونیه، هاتای و دنیزدی علیه گروه سنی‌های تندروی داعش خبر داد. افراد بازداشت شده متهم به همکاری و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی داعش و القاعده هستند. همچنین مبالغی پول نقد و مدارک سازمانی طی عملیات پلیس کشف و ضبط شده است. ارتش کامرون طی هفته جاری بیش از 300 غیر نظامی را که از اسارت گروه سنی‌های تندروی بوکو حرام در امتداد مرز کشورهای آفریقای مرکزی با نیجریه و چاد نجات داده بود، به یک پایگاه نظامی در شمال کامرون منتقل کرد. تلویزیون دولتی کامرون ویدیویی از غیر نظامیان نجات یافته را نشان داد که با کامیون‌های نظامی به اردوگاه نظامی در منطقه دابانگا در نزدیکی مرز چاد و نیجریه آواره شدند. به گفته سازمان ملل، از سال 2009 که درگیری بین نیروهای دولتی نیجریه و گروه سنی‌های تندروی بوکو حرام به کامرون، نیجر و چاد گسترش یافت، حداقل 36 هزار نفر کشته و 3 میلیون نفر خانه‌های خود را ترک کردند.